سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید خب ما توی جلسه قبلی تعریف بردارها توی فضای آرسه رو با هم دیگه دیدیم و باشون آشنا شدیم امروز میخوایم در مورد جمع و تفریق بردارها با همدیگه صحبت بکنیم خب اول بیایید با هم دیگه جمع بردارها رو یاد بگیریم ببینیم که ما چطوری میتونیم دو تا بردار رو با همدیگه جمع بزنیم پس جمع بردارها خب جمع بردار ها خیلی ساده است تعریفش فرض میکنید که ما دو تا بردار A و B داریم مثلا بردار A که معلفه هاش هست A1, آ A2 آ و A3 و یک بردار B داریم با معلفه های B1 و B2 و B3 خوبه حالا جمع دوتا بردار آو و ب، یعنی آیه به علاوه B خیلی راحت تعریفش تک تک معلفه های متناظر اینها رو با هم دیگه جمع میکنیم یعنی معلفه اولش میشود شود 1 به علاوه B1 معلفه دوم میشه A2 به علاوه B2 و نهایتا معلفه سوم میشود آ س و 3 به علاوه ب 3 خب یه مثال عددی با هم دیگه ببینیم مثلا فرض بکنید که ما بردار آمون هاش برابر هستش با یک منفی سه و چهار و بردار بمون هم هاش هست شیش و صفر و منفی یک خب در اون صورت آی به علاوه به برابر با چی خواهد بود بردارش معلفه اولش میشه یک به علاوه شیش یعنی هفت معلفه دوم میشه منفی سه به علاوه سف که میشه منفی سه و معلفه سوم میشود چهار به علاوه منفی یک که میشه سه پس این برداره آی به علاوه به ما خواهد بود. خب پس جمع بردارها خیلی خیلی ساده هستش حالا برای اینکه تفریق بردارها رو با هم دیگه یاد بگیریم قبلش باید یک مفهومی به اسم قرینه یک بردار رو یاد بگیریم قرینه یک بردار قرینه یک بردار مثلا فرض بکنید که ما بردار آمون که اینجا آ یک آ هستش قرینه بردار آ رو با منفی آ نشون میدیم و برداری هستش که تک تک معلفهاش قرینه معلفه های آ هستن یعنی معلفهاش هستن منفی آ یک منفی آ دو و منفی آ سه پس برای مثلا مثالی که این بالا داریم که آمون هست با آش یک و سه و چهار قرینه بردار آ یعنی منفی آ مساوی هستش با منفی یک سه و منفی چهار درسته خب حالا قرینه یک بردار رو که یاد گرفتیم اون وقت تفریق بردارها خیلی ساده هستش چرا؟ چون تفریق بردارها رو در حقیقت یکی هستش با جمع با قرینه بردار دیگه پس عین جمع کردن با قرینه یک بردار میمونه به چه معنی؟ یعنی اینکه ما وقتی میگیم که بردار به منهای بردار آ منظور اون هست بیایم بردار ب رو جمع بکنیم با منفی آ یعنی با قرینه بردار آ جمع بکنیم پس میایم از همون تعریف جمع کردن براش استفاده میکنیم خب مثلا با مثال عددی بالامون بردار ب هست 6 و سف و منفی یک و این رو میخوایم جمع بکنیم با قرینه بردار آ که هست منفی یک سه و منفی چهار بنابراین برابر خواهد بود حاصل با چی؟ شیش منهای یک که می شود پنج سفر به علاوه سه که میشه سه و منفی یک منهای چهار که می شود منفی پنج درسته؟ خب پس خیلی ساده میبینید که تعریف تفریق بردارها که همون جنب با قرینه هستش خیلی ساده میایم چیکار میکنیم میایم معلفه های متناظر رو از همدیگه تفریق میکنیم پس اگه حالت کلی تفریق رو بخوایم بنویسیم در حالت کلی مثلا بردار ب منهای بردار آ برابر خواهد بود با معلفه اولش میشود ب یک منهای آ یک معلفه دوم میشود ب دو منهای آ دو و معلفه سوم می شود به سه منهای آسه درسته؟ خب این هم از تفریق بردار ها خب یک عمل جبری دیگه ای که باید با هم دیگه یاد بگیریم روی بردار ها انجام بدیم ضرب یک عدد حقیقی در یک بردار هستش پس ضرب یک عدد حقیقی در بردار هستش خب ضرب عدد حقیقی در بردار خیلی راحت تعریفش فرض بکنیم که آر یه عدد حقیقیه که عضو مجموعه اعداد حقیقی یعنی آر بزرگ هستش و بردار آمون هم فرض بکنیم که معلفه های آ یک آدو آسه رو داره خب اون وقت آر ضرب در بردار آ چی خواهد شد؟ میایم تک تک معلفه های آر رو توی عدد حقیقی آر ضرب میکنیم یعنی میشود آر در A، معلفه اولش معلفه دوم می شود R در آ 2 و معلفه سوم می شود R در A3 درسته خب مثلا برای این بردار آی که این بالا مثال زدیم بیایم عدد حقیقی آرمون رو بگیریم مثلا برابر با منفی یک دوم اون وقت منفی یک دوم زب در بردار آه برابر خواهد بود با چه برداری میای منفی یک دوم رو تو تک تک این درایه ها ضرب میکنیم پس درایه اول میشود منفی یک دوم یا معلفه اول میشود منفی یک دوم معلفه دوم میشود سه دوم و معلفه سوم میشود منفی چهار دوم که همون منفی دو هستش پس این هم از ضرب یک عدد حقیقی در بردار این هم خیلی آسون هستش خب حالا سوالی که شما میتونید از من بپرسید این هستش که خب ما دیدیم که بردارها در فضای آرسه در حقیقت یک سری پاره خط جهتدار هستند به لحاظ هندسی حالا اگر ما آم این طوری که جمع بردارها و تفریق بردارها و ضرب یک عدد حقیقی در یک بردار رو تعریف کردیم تعبیر هندسیش چی خواهد بود مثلا این بردار حاصل جمع که بردار آی به علاوه هستش اگر بیایم اسمش رو مثلا بذاریم بردار سی رابطه هندسی اون پاره خط جهتداری که با سی توصیف میشه با پاره خط های جهتداری که با آ توصیف میشن چی هستش خب نکته جالب این هستش که یک تعبیر هندسی خیلی آسون و خیلی جالب داره جمع و تفریق بردارها خب برای اینکه تعبیر هندسیش رو ببینیم باید شکل بکشیم فرض بکنید که من دیگه محورهای مختصات رو برای سادگی نمیکشم و فقط دو تا بردار براتون میکشم فرض بکنید که مثلا این برداره آی ما هستش و این هم برداره ب پس این بردار آ و این هم بردار ب تعبیر هندسیه و دقت بکنید که ما اینا دو تا بردار تو فضای آرسه هستن ولی ما داریم در حقیقت توی صفحه که از این بردارهای آ و میگذره شکلمون رو میکشیم یعنی صفحه که این دو تا بردار توش قرار میگیرن چون هر دو تا برداری یه صفحه رو مشخص میکنن خب تو این صفحه پس داریم شکلمون رو میکشیم یعنی اگر صفحه باشه که بردارهای آ ب توش میفتن حالا بردار سی ما که برابر هستش با آی علاوه ب چه رابطه هندسی داره با این دوتا بردار؟ رابطه هندسیش خیلی جالب هستش ما میتونیم اینجا یک متوازی و تشکیل بدیم یعنی از انتهای بردار آی خط موازی با بردار ب بکشیم این تقریبا یه خط موازی با بردار ب و از انتهای بردار ب هم یه خط موازی با بردار آ بکشیم یعنی یک همچین خطی پس اگر این چارزلی که اینجا درست کردیم یک متوازی ازلا باشه اون وقت بردار سی ما که برابر با حاصل جمع آبی هستش قطر بزرگ یا قطر اصلی این متوازی ازلا خواهد بود یعنی این بردار سی ما خواهد بود پس بنابراین تعبیر هندسیش به این شکل خواهد بود ما یک متوازی ازلا تشکیل میدیم و قطرش رو میسازیم خب حالا من تعبیر هندسی جمع دو بردار رو گفتم حالا اگر ازتون بپرسم تعبیر هندسی تفریق دو تا بردار چی هستش میتونید با استفاده از این تعبیر به اون سوال هم جواب بدین خب من پیشنهاد میکنم که یه چند لحظه ای ویدیو رو نگردارید و به این سوال پاسخ بدین خب جوابش خیلی راحت هستش بی های آ فرض کنید که بی های آ رو اسمش رو بذاریم بردار دی بردار دی برابر با بی منهای آ هستش ولی طبق تعریف دیدیم که بی منهای آ برابر هستش با حاصل جمع بی با قرینه بردار آ یعنی منفی بردار آ خب پس از همین میتونیم استفاده بکنیم و تعبیر هندسیش را رو, رو همین شکل بکشیم قرینه بردار آ چی هستش قرینه بردار آ میشه برداری که اندازش برابر با آه و دقیقا در جهت مخالف آ میره یعنی این بردار بردار منفی آ هستش درسته خب حالا ما اگر بی رو با منفی آ جمع بکنیم با همین تعبیر هندسی که اینجا گفتیم بردار دی به دست میاد یعنی چیکار میکنیم یه متوازی از جدید تشکیل میدیم این رو موازی با منفی آ میکشیم از این نقطه هم موازی با بی میکشیم و اون وقت این میشود بردار دی ما اگر بتونم درست بکشمش این بردار میشود بردار دی ما که برابر با بی منهای آ هستش اینم بردار بی ما بودش خب پس اینم تعبیر هندسی تفریق دوتا تا بردار میایم قرینه بردار آ رو میکشیم و بعد یه متوازی اجزا تشکیل میدیم و با به جمعش میکنیم خب پس تعبیر هندسی جمع و تفریق بردارها رو دیدیم حالا تعبیر هندسی حاصل ضرب یک عدد حقیقی در یک بردار چی هستش؟ خب بیاید فرض بکنیم که روی شکل جدید این مثلا بردار آی ما هستش این بردار آ باز دادم من محور مختصات رو نکشیدم بردار آر زب در آ برداری هستش که راستاش همون راستای بردار آ هستش اما طولش آر برابر طول آ هستش یا اندازه اون بردار آر برابر اندازه آ هستش چون اندازه آر زب در آ برابر هستش با اندازه آر زب در اندازه بردار آ پس اندازه بردارمون با قدر مطلق آر برابر میشه حالا اگر آر مثبت باشه بردار آر زب در آ دقیقا همجهت با آ هستش مثلا فرض بکنید که برای حالتی که آر بزرگتر از یک طول آ افزایش پیدا میکنه پس این بردار مثلا زرد رنگ میشود بردار آر در آ برای حالتی که R بزرگتر از یک هستش اگر آر کوچکتر از یک باشه ولی مثبت باشه چی میشه؟ چون داریم توی عدد کوچکتر از یک ضرب میکنیم بردارمون رو اگر این بردار A باشه بردار R در آ. کوچیکتر یا کوتاهتر از بردار آ میشه پس این میشود آر در آ برای حالتی که آر کوچیکتر از یک هستش ولی مقدار مثبتی هستش یعنی بزرگتر از صفر اگر آر عدد منفی باشه چه اتفاقی میفته مثلا اگر این بردار آ ما باشه و بیایم ضربش کنیم توی عدد حقیقی منفی اون وقت چه اتفاقی میفته جهت بردارمون عکس میشه یعنی در جهت مخالف آمیر بردار آر زب در آ و اینجا هم باز اگر قدر مطلق آرمون کوچیکتر از یک باشه طول بردار آر در آ کوچیکتر از طول بردار آ هستش و اگر قدر مطلق آر بزرگتر باشه از یک طول بردار آر در آ بزرگتر از طول بردار آ خواهد بود خب این هم از بحث در مورد جمع تفریق بردار ها و ضرب اعداد حقیقی در اونها توی کلاس درس بعد میبینمتون اتون خداحافظ